روایت در واقع هر دو نکته رو می‌رسونه. اون روایت اینه. حالا علاوه بر اینکه عرض کردم در روایت داریم که مهدی از همه بشریت 313 نفر برگزیده انتخاب میکنه که اینا در واقع کادر اصلی انقلاب جهانی او و مدیران اصلی حکومت جهانی او هستند، و تو روایت داره که 50 نفر از اونها زنن و در واقع هم در اون انقلاب جهانی و هم در حکومت جهانی 50 زن در رکاب مهدی جهان رو اداره میکنن. یعنی در عالی ترین سطوح مدیریت در سطح جهان و در عالی ترین و پیچیده ترین و جدی ترین مراحل یک انقلاب که دیگه انقلابی جدی تر از انقلاب اون نیست، 50 زن در واقع توی او قرارگاه اصلی و ستاد مرکزی انقلاب مهدی و حکومت مهدی حضور دارن. علاوه بر اون این روایته که یه نمونهش من عرض میکنم، خیلی روایت جالبیه. اونجا داره که از امام باقر سلام الله علیه که من ترجمهش میکنم، میگه وقتی قیامگر ما قائم ما قیام کند، دستش دست خود را بر سر بندگان خدا و بشریت دست خود را بر سر بشریت خواهد نهاد، فجمع بهی عقوله، تمام قدرت عقلانی بشریت رو مجتمع و متمرکز خواهد کرد. یه مرتبه سطح عقلانیت در جامعه بشری به طور جهشی چند پله بالا میاد. این روایتی است که امام باقر فرمودن که ایشان سطح عقلانیت رو در جامعه بشری ارتقا خواهد داد و نیروی عقلانی توده ها رو متمرکز میکنه، و اکمل بهی اخلاقهم یا احلامهم، هر دوش ممکن درست باشه. اگه اون باشه به اخلاق که به معنی اخلاق و ارزش های انسانی است، که عقل در برابر اخلاق نیست، عقل در برابر ارزش ها نیست، چون تو منطق غرب میگن آقا عاقلی یا ارزشی کدوم میشی؟ چرا؟ برای که ارزش های اخلاقی تو این منطق نه لهشون نه علیهشون استدلال نمیشه کرد. اینا ارزش ها رو یه امور خارج از حوزه عقلانیت میدونه، همطور که الهیات رو خارج از این قضیه کردن. اون مقولات جدلی و طرفین کانت در واقع ترتیب عقل رو در حوزه الهیات داد و بعد تو حوزه اخلاق هم دست و پای عقل رو بریدن. عقل فقط عقل ابزاری، یعنی مرتبه سوم عقل رو قبول دارن، اما تو فرهنگ اسلام هر سه سطح عقل و عقلانیت معتبره. هم عقل در مقام جهانشناسی و خداشناسی و توحید و الهیات عقل میتونه به نتیجه برسه برخلاف اون چه که کانت میگه، هم عقل در حوزه ارزش‌های اخلاقی معتبره، یعنی ارزش‌ها قابل استدلالن، قابل درک عقلانی‌اند، ملاک دارن، و هم تو حوزه عقل ابزاری که میشه بهش گفت عقل معاش. اسلام نسبت به عقل عقلانیت ابزاری، عقل معاش کاملا حساس. هر کی فکر کنه اسلام مخالف با عقل ابزاری و ایناست اشتباه میکنه. حالا فرصت نیست ولی روایات و آیاتی بخونم براتون که عقلانیت ابزاری و همین عقل معاش، عقل زندگی، عقلانیت اقتصادی، عقلانیت مدیریتی خیلی مهمه و چقدر تاکید شده روش. این حالا مهدی سطح عقلانیت جامعه رو بالا میبره در هر سه حوزه است. در هر سه حوزه بشر درک عقلانی پیدا میکنه. وقت جالبه میگه در حدی که این در واقع من اسمشو میذارم یه انقلاب علمی، چون میگه که در حدی که زنان خاندار که مجبورن به خاطر انجام ادای حق خانواده و انجام بعضی از وظایف انسانی یعنی تربیت انسان و شوهرداری، طبیعی است که بخشی بیشتری از وقتشون نسبت به مرد در خانه خواهد گذشت. مهدی کاری میکنه که حتی اون زنانی که دارن به وظیفه‌شون در برابر شوهر و فرزندانشون در خانه عمل میکنن، اونها هم از علم حتی تو خونه هاشون محروم نمانند. میگه در دوران مهدی کاری خواهد شد که انقلاب علمی صورت در واقع خواهد گرفت که حکمت و دانش و قدرت قضاوت و داوری حتی به داخل خانه ها وارد می شود، به تمام خانه ها، نهاد خانه، نهاد دانش و نهاد دین در واقع یکی می شود، به طوری که زنان در خانه خودشان راجع به همه مسائل می تونند بر اساس کتاب و سنت اجتهاد کنند. یعنی پیچیده ترین داوری های نظری و عقیدتی و ایدئولوژیک و عقلانی رو تو خونه هاشون انجام می ده. علم رو به داخل خانه ها وارد می کنه. هیچ خانه ای خارج از حریم علم در زمان مهدی نخواهد بود، نه فقط توی بخشی از دنیا، حتی در خانه های افریقا، حتی در خانه های افغانستان و
هند، حتی تو خونه های روستایی، همه جای دنیا همه زنان دسترسی دارن به بالاترین سطوح علمی. و زن معنیش اینه که این زنان که امروز تو دنیا تحقیر شدن، برهنه شدن، بهشون میگن ما شما رو تو حوزه سیاست و اجتماع و علم راتون میدیم به شرطی که برهنه بشین، با حجاب راتون نمیدیم، شما به عنوان انسان شما رو را نمیدیم تو محافل علمی و سیاسی اجتماعی، به عنوان مؤنث راتون میدیم. وقتی میگم برهنه باید بشین معنیش اینه، معنیش اینه که شما جنسیتت برای ما مهمه نه انسانیتت. اما مهدی کاری خواهد کرد که زن بدون اینکه در سراسر جهان، بدون اینکه تغییر بشه، بدون اینکه برهنه بشه و بدون اینکه دست از عفت خودش بکشد به عزت برسد. یعنی اونا میگن آقا یا عزت یا عفت، مهدی هم عزت و هم عفت، هر دوش، ما هر دو رو برای زنان در سراسر جهان تأمین میکن. و برای رسیدن به قله علم و حضور علمی لازم نیست عفتش رو ترک بکنه. حتی تو خونه تو هم با کار بزرگ عرض کردم مادری و همسری، تو پیچیده ترین مسائل معرفی و عقلی و علمی یک زن میتونه تو خونش بشینه و با در عالی ترین سطوح جهانی و بین المللی زورآزمایی علمی بکنه، با قوی ترین کارشناسان مثلا جهان تبر این روایات، یعنی در حد استانداردهای جهانی نظریه بده. معنی روایت اینه، یعنی کلبه الکترونیکی فرضی آلین تافلر تو موج سوم پیشی میشه یه قاره عصر حجری، پیشینی نهاد خانه‌ای که مهدی خواهد ساخت. البته همه در ذیل هم فرهنگ قسط و تهذیب نفس و شریعت اسلام.